زنی که برای برگردوندن همسرش به زندگی از تکنولوژی خیلی وحشتناک استفاده میکنه. گلاسیا سلام. امروز یکی دیگه از قسمت‌های سریال بلک میرور رو می‌خوایم با هم ببینیم به اسم بی رایت بک یا برمیگردم. سریال بلک میرور همونطوری که می‌دونید هر قسمتش یه فیلم کاملاً جدا حساب میشه. چیزی که امروز می‌بینیم هم فصل دوم قسمت اولشه. یکی از دارک‌ترین هاست و خیلی داستان خفنی پشتش داره. بریم با هم ببینیم. حواستون به اسپویل و کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم شخصیت اصلیمون یعنی مارتا رو کنار دوست پسرش اش میبینیم. برای مدتی به خونه خارج شهر اومدن تا یکم زندگیشون رو تغییر بدن. اش کارش تو اینترنت و همش هم در حال چک کردن شبکه‌های مجازیه. مارتا هم تصویر سازی انجام میده و از همین طریق پول زندگی رو در میارن. شب شده و قبل خواب یکم با هم حرف میزنن. قسمت مهم صحبتشون هم اینه که مارتا از خونه پدر و مادرش صحبت میکنه. میگه مامانم نمیذاشت بریم به اتاق زیر شیروانی و هیچ وقت دلیلش رو بهمون نمیگفت. فقط حرفش این بود که یه سری خاطره و یادگاری اونجا که نباید ببینیم. شبم بعد رابطه میخوابن. البته که مارتا انگار از رابطه راضی نیست با اینکه خیلی اش دوست داره. برای همینم حرفی نمیزنه و میخوابه. صبح بعدی اش خونه بیرون میزنه تا ماشینی که اجاره کردن رو پس بده. مارتا هم میشینه پای تصویرسازی. وقتی عصر میشه و هنوز خبری از دوست پسرش نیست، دلش کم کم شور میزنه. هیچ کم از اش خبر نداره و با تاریکی هوا ماشین پلیسی سر میرسه. مارتا با دیدن چراغ‌ها میفهمه قضیه جدیه و وقتی مامورها با ناراحتی از ماشین پیاده میشن گریه میکنه. گویا اش تصادف کرده و جونش رو از دست داده. چند روز بعدی به مراسم خاکسپاری و ناراحتی‌های مداوم مارتا میگذرن. تو مراسم خاکسپاری هم دوست مارتا یعنی سارا رو میبینیم. سارا شروع میکنه به صحبت و میگه وقتی شوهرم تنهام گذاشت با یه تکنولوژی خفن آشنا شدم. یه هوش مصنوعیه که اطلاعات کسی که از دست دادی و بهش میدی یه جور انگار دوباره زنده میشه. حالا اون هوش مصنوعی از زبونش باهات صحبت میکنه. هی پیشنهاد میده که مارتا هم این کار رو انجام بده و در آخر اونم با عصبانیت داد میزنه و میگه فقط ولم کن. روزهای بعدی مارتا سعی میکنه زندگیشو تغییر بده یا حتی خونه رو تغییر دکوراسیون بره تا حالش بهتر شه. موقع استراحتش ایمیل رو چک میکنه و پیامی از سارا میبینه. اون بدون توجه به عصبانیت مارتا براش یه اکانت از همین هوش مصنوعی خریده تا بتونه ازش استفاده کنه. مارتا هم با عصبانیت بیشتر پیامو میبنده و چند لحظه بعد ایمیلی رو میبینه که از هوش مصنوعی براش ارسال شده. اسمش شبیه دوست پسرش اشه و خیلی حس عجیبی داره که انگار دوباره زنده است و براش پیام فرستاده. این قضیه کنجکاوش میکنه و شب مارتا به دوستش سارا زنگ میزنه. ازش این پرسه این برنامه اصلا چطوری کار میکنه و اونم توضیح میده باید هرچی پیام از اشتری براش بفرستی. آدرس شبکه‌های مجازی هم بهش میدی و یه مدت طول میکشه تا همه رو بررسی کنه. با بررسی همه اونا تعریف میشه براش که اش چجوری صحبت میکرده و دقیقا شبیه همون باهات صحبت میکنه و جوابتو میده. بازم این دختر مردده که این کارو کنه یا نه و روز بعدی یکم دوره ماهانش دیر میشه. برا همینم تستی میده و میفهمه بار داره. هم خیلی خوشحاله و هم خیلی به هم ریخته و تصمیم خودشون میگیره. به ایمیلی که از برنامه اومده بود جواب میده. اطلاعاتش بررسی شده و حالا دقیقا داره شبیه خود واقعی اش بهش پیام میده. مارتا خبر میده که بارداره و جوابی که میگیره دقیقا شبیه تیکه کلامای دوست پسر خودشه. اما هنوز کم عجیبه و مینویسه نمیتونم باور کنم خودتی. هوش مصنوعی مینویسه هرچی صدای ضبط شده از اشداری رو آپلود کن. بعد میتونیم با هم مکالمه صوتی داشته باشیم و اونطوری بیشتر باورت میشه. مارتا هم همین کارو انجام میده و چند ساعت بعد تماسی از برنامه باهاش میگیرن. شنیدن صدای اش باعث میشه گریه کنه و با ناباوری هرچی دلش میخواد حرف میزنه. انقدر همه چیز واقعیه که این صحبتو میشن جزء برنامه هر روزش. حتی وقتی پیاده روی میکنه داره با اون اش حرف میزنه و حالش هم خیلی بهتره. وقتی خانواده خودش هم از جمله خواهرش زنگ میزنن تماس اونا رو هم رد میکنه چون نمیخواد از این هوش مصنوعی جدا شه. حتی از اطراف عکس میگیره و بهش میده تا برداشت بهتری از واقعیت پیدا کنه. چند ساعت بعدم موقع سونوگرافی عکس ها رو براش میفرسته و صدای قلب جنین هم ضبط میکنه. وقتی میخواد از مطب دکتر خارج شه یکی بهش میخوره و یهو گوشیش میشکنه. مارتا واکنش وحشتناک و شدید انجام میده و با صدای بلند زار میزنه. این هوش مصنوعی تنها دلخوشیش بود و حالا دیگه نمیتونه از گوشیش باهاش تماس بگیره. با نگرانی میاد خونه و گوشی جدیدی هم راه میندازه. برنامه رو دوباره میریزه و میفهمه تمام مکالمه هاشون ذخیره شده. با نگرانی زنگ میزنه و اش مجازی میگه اصلا نگران نباش چون من همه چیز رو نگه میدارم. حتی صدای قلب بچه‌ای که ضبط کرده بودم دوباره برای مارتا میفرسته و اونم یکم آروم میشه. اما خب دیگه این برای مارتا کافی نیست. میگه دلم میخواد بغلت کنم و بدونم واقعا وجود داری.
هشت مجازی توضیح میده من یه آپدیت حرفه‌ای دارم، هزینه‌ش هم خیلی بالاست، اما میتونه همه چیزو برامون راحت‌تر کنه. مارتا که خیلی دلش تنگ شده قبول میکنه و خرید این آپدیتو انجام میده. چند روز بعد بسته ارسال میشه و مارتا با نگرانی بازش میکنه. توی جعبه یه عروسک بزرگی که تا شده و جنسش کاملا شبیه پوست انسانه. مارتا همزمان با تلفنش به اش زنگ میزنه و میپرسه چیکار کنم. اونم توضیح میده باید ببریش توی وان حموم و موادی که کنارش رو همون توب بریزی. وانم پر آب کن و درو ببند. چند ساعت بعد خودت میفهمی. اونم همین کارو میکنه و چند ساعت بعد صدای پایی از حموم میاد. در باز میشه و اش جلوی مارتا وامیسته. باورش نمیشه و اش با همون شوخیای همیشگیش ازش لباس میخواد. مارتا هنوز نمیتونه باور کنه و بعد بررسی کامل بهش میگه تو یه سری تفاوت داری. مثلا اش رو گردنش یه خال داشت. همون جایی که لمس میکنه یه خال شکل میگیره. اش مجازی میگه هر تغییر لازمه رو بگو تا سریع انجام بدم. بالاخره مارتا تصمیم خودش رو میگیره و با بوسیدن اش اونو قبول میکنه. رابطه ای هم دارن که از تمام روابط قبلیش با اش واقعی بهتره، چون اش دیگه مثل آدم‌ها نیازی به چیزی نداره و هر کاری مارتا میگه رو تا هر وقت بخواد براش انجام میده. اما همین ویژگی خوب کم کم به بدترین چیز تبدیل میشه، چون مارتا داره از دستش کلافه میشه. چند روزی همینطوری میگذره و یه شب که دراز کشیدن مارتا عصبیه. داد میزنه حداقل تظاهر کن نفس میکشی، وگرنه اینجا خیلی ساکت و عجیبه. اما اش مجازی بلد نیست و مارتا در آخر داد میزنه اخونه گم شو بیرون. اونم بلند میشه و دوباره مارتا داد میزنه اگه واقعی بودی میدونستی نباید بری و ازم معذرت خواهی میکردی تا از دلم در بیاد. اش مجازی که گیج شده از اتاق خارج میشه. صبح مارتا میبینه اش بیرون خونه رو به جنگل وایستاده، اما از حصار جلوتر نرفته. بهش میگه چرا هنوز اینجایی و اش میگه تکنولوژیم اجازه نمیده اگه فاصله دورتر شم از صاحب اصلیم فاصله بگیرم. مارتا کلافه‌ست سوار ماشین میشه. دوتایی به جایی میرن و لبه یه پرتگاه وامیستن. مارتا میگه بپر. اش میگه من نباید کاری انجام بدم که باعث صدمه به خودم یا تو بشه. مارتا میگه من صاحبتم و دارم بهت اجازه میدم، پس بپر. اش با لبخندی میگه باشه. مارتا عصبانی تر همیشه میگه انقدر هرچی میگم و قبول نکن، اعتراض کن، منو بزن، واقعی باش، گریه کن، نخواه که بپری. اش یهو خیلی مصنوعی گریه میکنه و با التماس میگه تو رو خدا نجاتم بده. مارتا خیلی به هم ریخته است و ته دلش داد بلند میزنه. یه دفعه میریم به چند سال بعد. مارتا دخترش رو به دنیا آورده و اونم بزرگ شده. دو تا یه خرید برمیگردن که یک تولد میخورن چون تولد دخترشه و اون میگه یه تیکه اضافی برام ببر. مارتا میگه چرا و دخترش میگه میخوام برای اون ببرم. مارتا هم چون تولد اونه قبول میکنه و میگه فقط چند دقیقه وقت داری. دختر میره به اتاق زیر شیروانی. میبینیم اش مجازی هنوز زنده است و اینجا حبس شده. شروع به شوخی و خنده با دخترش میکنه و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. اولا که لطفا یادتون نره ویدیو رو لایک کنید، چون خیلی تو آینده کانال من تاثیر داره. اینم بگم که ویدیوهای بلک میرور بعضیاشون مثل این کوتاهن، یه ویدیو دیگه هم ساختم. اگه ادیتش تموم بشه امشب همزمان با همدیگه آپلودشون میکنم، اگه نه که فردا میذارمش. این قسمت خیلی خوب میاد نشون میده که آدمها برای در اومدن از تنهایی، برای فراموشی کسی که از دست دادنش، حاضرن دست به هر کاری بزنن، هر چقدر هم این کار عجیب و غیر ممکن باشه. از طرفی هم میاد اینو به ما نشون میده که یه وقتا این تکنولوژی چقدر ترسناکه. جالبه که این فیلم چند سال پیش پخش شد و خب الان میبینیم که هوش مصنوعی همین کارها رو داره انجام میده. شما توی چت جی پی تی میتونی یه دونه صفحه درست بکنی، چت های یه نفر رو آپلود بکنی، کاملا بهش بگی یاد بگیره و یه هوش مصنوعی بر خودت درست بکنی که عین همون باهات صحبت بکنه. میتونی عکس هر کسی رو میخوای هر چقدرم قدیمی باشه بازسازی بکنیش، میتونی عکس رو به فیلم تبدیل بکنی، هزار تا کار میتونی انجام بدی که از همون اول تو این فیلم هم گفته شده بود. و این باعث میشه یه نفری که کسی تو زندگیش از دست داره، که گم شده و از زندگیشو کلا به فنا داده، ازش یه سری استفاده هایی بکنه که ممکنه بد باشن. یه وقت هم نه، خب خیلی به درد میخوره و خیلی زندگی آدم ها رو راحت تر میکنه، بس دیگه داره چجوری ازش استفاده بکنی. یه نفر میاد مثل این فیلم ازش استفاده میکنه و خب هرچی که میگذره خیلی خوب میاد تو فیلم نشون میده که تکنولوژی هیچ وقت نمیتونه مثل یک انسان حس داشته باشه. هر چقدر هم پیشرفت بکنه باز اون انسان است که داره کنترلش میکنه و یه وقتا آدم ها به بی کنترل بودن طرفشون نیاز دارن. یعنی اینکه شما بخوای به یه نفر هی بگی این کارو کن، اون کارو نکن، اینجا برو، اونجا نرو، این حرفا رو بخوای بزنی دیگه طرفت آدم نیست و برای همینم خیلی زود خسته میشی و اصلا حس بودن توی رابطه یا زندگی عادی رو بهت نمیده. و این درس هم میاد بهت میده که یه وقتا باید بگذری
You should move on. باید تموم بشه. باید بگذری بری دنبال راه خودت. هر چه قدم سخته، هر چه قدم غیر ممکنه. ولی اینکه هی بخوای چنگ بزنی به گذشته تا یه جوری اونو دوباره زندهش بکنی، اونم به دست هر چیز غیر ممکن و وحشتناکی، یه نتیجه خیلی خیلی بدتر میده که ممکنه از همون گذشتن سخت‌تر باشه. یه چیز مهم دیگه هم که توی فیلم هست، تو خلاصه هم گفتم، یه بار که زن داره با همون اش صحبت میکنه، بهش میگه که مادرم هیچ وقت نمیذاشت به اتاق زیر شیروانی بریم، میگفت خیلی ترسناکه و یه سری چیزای قدیمی توشه نباید ببینیم. آخر فیلم دیدیم که خودش توی اتاق زیر شیروانی همین اش مجازی رو قایم کرده بود و این خیلی خفن میاد، نشون میده که تو نسل گذشته، یعنی نسل مادر اون، یه سری شاید عکس و فیلم و دفتر خاطرات از کسایی که از دست دارن نگه میداشتن، اما توی نسل جدید، یعنی نسل همین بچهش که به دنیا اومده، چیزی که قایم شده خیلی ترسناک تره. یه شخصیت واقعا واقعی ولی مجازیه. خیلی جالبه این قضیه. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت، ساب یادتون نره. توی کانال زاپاس جوین بشید. گلاسیا مووی بک. روزتونم گلاسی.